نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شاگردای عزیز، خوش آمدید. امید که همتان خوب و صحتمند باشین و درس هایتان به صورت منظم و درست تعقیب کنین. گرانسته که مون که تاسو بخیر راغلیه؟ خشکر چه تاسو هم بخیر راغلیه. نو چم تو خویه چه لوست پیل کرو؟ گرانسته که مون که مون نندی یا ولستم طولگی داری مضمون ولو که عنوان درس امروزی ما است نقش زنان در ادبیات معاصر افغانستان. البته بخش نخستش در درس گذشته خوانده بودیم و بخش باقی مانده در درس امروز می‌خوانیم. اما قبل از اینکه بریم و درس امروزی خود آغاز کنیم، یک مرور کوتاه به درس گذشته می‌کنیم. اینکه در درس گذشته ما کدام موضوعات خوانده بودیم؟ زمونت ملاتر لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. اگر شما به یاد داشته باشین، در درس گذشته ما در مورد نقش زبان در زبان ادبیات چه وقت از کدام زمان آغاز گردید صحبت کردیم و همچنان شاگردای عزیز در مورد این موضوع ما معلومات حاصل کردیم که چرا در ادبیات در دوره های نخست بیشتر از زنان وجود نداره و یا هم از نام های ای اشخاص و یا هم ای خانم ها یادآوری نشده. این موضوع را در درس گذشته ما خواندیم و یاد گرفتیم. خب شما در درس گذشته مشکل یا سوال ندارین؟ نه استاد. بسیار خوب، یعنی شما موضوعات درس گذشته را به صورت درستش یاد گرفتیم. خب حال که در درس گذشته مشکل ندارین، بیاییم که درس امروزی خود آغاز کنیم. مثل همیشه در درس امروزی ما اهداف درس داریم. هدف درس امروزی ما ای از شاگردای عزیز که داستان نویسی از چه زمان در افغانستان با وجود آمد و یا هم در ادبیات افغانستان راه پیدا کرد. بله راوی از این موضوع بخش آیین نامنگاری را هم داریم که در بخش آیین نامنگاری ما در مورد بخش های اصلی نامه و یا نامنگاری صحبت میکنیم. در حق موضوعات دیسته که اون که چپ ننی لوست که لولو او به حکل معلومات ترلاسه که نرازی چخ به لوست پیل کن. کچیر ستاسو پیادوی پا تیر لوست که هم مونگ همده لوست ولوستل خلو مری برخه مورتا ولوستل او پا دی پوشو چه د افغانستان په ادبیاتو کې لومړنی میرمنه چې دغه عرصه ته داخله شله یا وردنه نشوه څوک وه، او ولې همدغو میرمنو یادونه د ادبیاتو په لومړۍ دوره کې کم شوي دي، یعنی کمې میرمنې وي. د دې موضوع دلایل مو هم ولوستل. اوس راځو د لوست پاتې برخه لولو چې دا داستان نویسي یا د کیسې لیکنه ده. دا چې د کیسې لیکنه څه وخت څه ډول د افغانستان ادبیاتو ته یې لاره پیدا کړه. آغاز روند ادبیات داستانی افغانستان از زمان شکلگیری آن به شکل نو و سبکای رایج ادبی این 100 سال اخیر به سال 1300 هجری شمسی برمیگردد که از آن زمان تا کنون فراز و فرودهای بسیاری در پیوند با تغییر نظامهای سیاسی و متعاقب آن تغییرات اجتماعی و فرهنگی کشور داشته است. با نوشتن داستان جهاد اکبر در سال 1300 هجری شمسی و چاپ آن در مجله معارف، داستان نویسی ظهور خود را در افغانستان آشکار و تا سال 1330 هجری شمسی گاه گاه به صورت تگجرقه های در مطبوعات چهره نمایی کرد. پس از پایان دهه 20 و آغاز دهه 30 آهسته آهسته داستان نویسی با شیوه نسبتاً جدید در مطبوعات جا باز نمود. با توجه به حرکت زمان و اوضاع جهانی از دهه 40 تا اکنون با تمام دشواری‌های سیاسی و اجتماعی اوضاع افغانستان، داستان به رشد و بالندگی خود ادامه داده است. زنان از دهه 40 به این سو مجدانه به ادبیات داستانی رو آورده و در این عصر قلم زدند. نخستین داستانی که توسط یک نویسنده زن خانم ماگه رحمانی نوشته شده بود در سال 1340 هجری شمسی انتشار یافت. پس از آن داستانهای دیگری از نویسندگان زن به وجود آمد که بسیار از آنها در داخل و خارج از مرزهای کشور منتشر شد.
که این روند همچنان تا هنوز ادامه داره. زده که اونکو ده کیسی لیکنه یا هم داستان نویسی کل ده افغانستان ادبیاتو تا یه لاره پیدا کرده. د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری شمسی کال کې زده کوونکو دغه برخه ادبیاتو ته لاره پیدا کړه. د کوم اثر په لیکلو سره؟ د جهاد اکبر د اثر په لیکلو سره د لومړي ځل لپاره داستان نویسی یا د کیسې لیکنه پیل شو. وروسته د هغې زده کوونکو تر 1430 هجری شمسی پورې کله کله به بعض لیکوالانو بعضې کیسې به لیکلې چې بیا د مطبوعاتو په واسطه دا انتشار کوله یا منتشرېدل. زده کوونکو د شلمې پیړۍ په اواخرو کې او د دیرشمې پیړۍ په اوایلو کې زده کوونکو ورو ورو دغه داستان نویسی یا کیسه لیکنه غوره بڼه ځان ته ونیوله. خو بیا هم زده کوونکو هغه ستونزې چې په افغانستان کې شتون درلود او د افغانستان سیاسي اوضاع زده کوونکو، نو دا سیاسي اوضاع د افغانستان په ادبیاتو باندې هم منفي اغیزه درلوده. خو بیا هم زده کوونکو دغه داستان نویسی یا ادبیات شاته پاتې نه شول او دوی پرمختګ وکړ. میرمنې یا هم ښځې زده کوونکو د څلوېښت کالو راهیسې را په دې خوا دوی ادبیاتو ته لاسرسی لري، په ادبیاتو کې لاسته راوړنې در لري. لومړنی داستان یا یه کیسه چې د میرمنې په واسطه ولیکل شوه زده کوونکو هغه میرمن ماګه رحماني وه چې په کال 1440 کې د دې دا اثر منتشر شو یا نشر شو. او وروسته له هغې لکه څنګه چې نن ورځ هم موږ شاهد یو په زیات تعداد سره یا په زیات اندازې سره آثار شتون لري، په خاصه توګه چې د دغه آثار لیکوالان هم میرمنې دي. دا هم زده کوونکو داستان نویسی یا هم د کیسې لیکنه وه چې څه ډول او کله په افغانستان کې یا د افغانستان ادبیات ته لاره پیدا کړه. خب شاگردای عزیز، میریم به طرف بخش بعدی درس ما. بخش بعدی درس ما بخش بخوانیم و بدانیم است. مثل که همیشه گفتیم بخش بخوانیم و بدانیم خلاصه و یا هم چکیده موضوع اصلی درس ما است. حضور زنان در ادبیات ما با نام رابعه بلخی آغاز می‌یابد که پس از او تا صده‌های متمادی با نام دیگر زنان سخنور کمتر برمی‌خورد. در اواخر قرن 19 و آغاز قرن 20 نام چند شاعر زن دیگر مانند عایشه دورانی، آمنه فدوی، محجوبه هروی و مخفی بدخشی را در اوراق برخی از کتاب‌ها می‌بینیم. اولین مکتب ابتدایی دختران در سال 1299 هجری شمسی به نام مکتب عصمت توسط ملکه ثریا تأسیس شد و در 19 جدی 1300 هجری شمسی مکتب مستورات در شهرارای کابل گشایش یافت. در اوسط سده 20 بود که ورود زنان به تدریج در عرصه فعالیت‌های فرهنگی آغاز یافت و شخصیت زن در آثار ادبی نقش بارزتر پیدا کرد. این هم بود بخش بخوانی ما بدانی. خب در این بخش درس کسی مشکل یا سؤال نداره؟ نه استاد. بسیار خوب، یعنی این بخش درس شما به صورت درستش یاد گرفتین. خب حال که در این بخش درس مشکل ندارین، بریم به طرف بخش بعدی درس ما. بخش بعدی درس ما بخش آیین نامه‌نگاری است که در بخش آیین نامه‌نگاری روی موضوع بخش‌های اصلی نامه‌های خصوصی صحبت می‌کنیم. کچیر استاسو پیاد ویزده که اون که پتیر لوست که منگ ده خصوصی لیک یا ده خصوصی نامو پا حق لخبر اکره ده چه خصوصی لیک سده بول لیک ده کم اشخاصو تا منگ ده لیک است و نووس رازوز ده که اون که ده حق و موارد و ده حق و برخو پا حق لخبری که چه پا خصوصی نامو که منگ باید ده پا نظر که وله رو. معمولا نامه های خصوصی دارای بخش هایی هن که ترتیب آن به صورت زیر است: آدرس گیرنده، تاریخ، عنوانی که در خطاب به گیرنده نامه نوشته می شود، آغاز نامه یعنی چی شاگرد عزیز؟ عبارات و جمله های احترامی آغازی، متن نامه، پایان نامه، عبارات احترامی پایانی، نام و نام خانوادگی نویسنده و ذکر مشخصات او، آدرس فرستنده،
امضا در صورت لزوم البته. معمولا بخش های از آنچه گفتیم فقط بر روی پاکت نوشته می شود، مانند آدرس فرستنده و گیرنده، و بخش های هم بر روی پاکت و هم بر روی نامه نوشته می شود، مانند مشخصات نویسنده نامه، تاریخ و عنوان گیرنده. گران سکون کو، هر کله چه مونگ یو خصوصی یا شخصی لیک چاته لیکو، کم موارد پدی که نظر کی ونیسو؟ حقا چاته چه مونگ نامه استو ده حقی ادرس ولیکو، تاریخ ولیکو چه پا کم تاریخ که ده نامه مونگ استو زدکون کو، حقا خطاب چه مونگ همه حقیستون که تا، یعنی چاته چه مونگ ده نامه لیکو، ده حقی تا چه سشه مونگ خطاب کو، ده حقی عنوان لیکو، نامه خپل پیلو زدکون کو، ده کم جملاتو سره، ده احترامی جملاتو سره، ورپسیز مونگ ده نامه متن ده زدکون کو، یعنی خپل همه اصلی موضوع چه وارو بیان کرو، د نامې پای ده یعنی ختم ده است کوونکو سربیره پر دی په آخر کې هم سش از ده کوونکو نومیه کورنای نومیه او همدارنګه مشخصات د چا د اغستون کې یاد لیکون کې د لیکون کې ست کوونکو د لیکون کې یاد استون کې آدرس او امضا. دا ټول موارد باید مونږ په خصوصی نامو کې په نظر کې ونیسو. خو دغه موارد یادونه مو چوک ست کوونکو، بعضی د نامې په ورقه لیکل کیږي، بعضی د نامې په پاکټ باندې لیکل کیږي. نو باید دا تاسو په نظر کې ولرئ چې کوم موارد باید د نامې په کومه برخه کې ولیکئ. خو زده کوونکو، دا هم د شخصي نامې څه شی؟ همغه اصلي برخه. نو په دې برخه کې څوک کومه ستونزه یا پوښتنه نه لري؟ نه استاد. ډیر ښه، یعنی د دې برخه موضوعات تاسو په سمه توګه زده کړئ. خب حال که در این بخش درس مشکل یا سوال ندارین شاگرد عزیز، بیاین که درس امروزی خود خلاصه کنیم. یکی به طور خلاصه کدام موضوعات مهمه در درس امروزی خواندیم و یاد گرفتیم؟ به طور کلی در درس امروزی ما درباره داستان نویسی صحبت کردیم. یکی داستان نویسی از چه زمانه و چه رقم یا چه طور به ادبیات افغانستان راه پیدا کرد و نقش زنان در ای چقدر بود. روی از این موضوع صحبت کردیم و همچنان روی بخش آیین نامه‌نگاری صحبت کردیم که در بخش آیین نامه‌نگاری ما در مورد بخش های اصلی نامه های خصوصی معلومات حاصل کردیم. این موضوعات بود که در درس امروزی خواندیم و یاد گرفتیم. خب حال که شما در درس امروزی مشکل ندارین و موضوعات درس امروزی رو هم به صورت درستش یاد گرفتین، بیاین که کارخانگی درس امروزی رو ببینین. اینکه کارخانگی درس امروزی ما چی است؟ مثل همیشه این درس ما باز هم دارای بخش سوالات خودآزمایی است. در بخش خودآزمایی سوالاتی که ذکر شده، این سوالات باید شما در کتابچه‌تان نوشته کنین، جوابش هم پیدا کنین و نوشته کنین و روز بعدی که به صنف حاضر میشین همراه خود بیارین. درس امروزی ما در همین جا به پایان میرسه و امیدی که موضوعات درس امروزی رو به صورت درستش یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما رو به خداوند پاک بسپارم. بل درس د پیلوړاندی لنډه د مخلو